برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که انتشار ویروس کرونا در کشور چین سرعت بیشتری گرفته و به نظر می رسد بیمارستان های این کشور در حال پر شدن از بیماران کرونایی هستند. دکتر مایکل رایان در این باره گفت با اینکه مقام های چین می گویند تعداد بستری های کرونایی در بخش مراقبت های ویژه کم است، اما بررسی های انجام شده نشان می دهد تعداد افرادی که به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان های چین بستری می شوند روز به روز در حال افزایش است. دفتر بشردوستانه سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی از نیاز مبرم بیش از 2,600,000 شهروند در سودان جنوبی به کمک های فوری خبر داد. در بخشی از این بیانیه آمده مشکلات پی در پی، شوک های گوناگون و نیز جنگ و درگیری در چند دهه اخیر در کشور سودان رنج غیر قابل تصوری را برای شهروندان سودانی به ویژه در سودان جنوبی به وجود آورده است. طالبان برای بسیاری از سنی‌های تندروی داعش پاسپورت افغانستانی با هویت جدیدی صادر کرده است. در همین راستا کارشناسان مبارزه با تروریسم نسبت به این مسئله به شدت ابراز نگرانی کرده و معتقدند این اقدام موجب خواهد شد که در آینده شناسای نیروهای داعش اقدامی سخت خواهد بود، زیرا هویت جدید این تروریست‌ها از قبل شناسایی نشده و قابل ردیابی نیستند. حوزه علمی محقق کرکی در شهر مقدس کربلا از مراکز علمی وابسته به دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله از آغاز شیفت شبانه دروس این حوزه علمی خبر داد. بر اساس بیانیه‌ای که مدیریت این حوزه علمی در این باره منتشر کرد و نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبارشی رسید، این دروس از پایان ماه ربیع الثانی 1444 هجری قمری آغاز شده است. معروف امین معاون رئیس جمهور اندونزی دومین کنفرانس اسلامی آسیان را روز پنجشنبه در بالی افتتاح کرد. وی در سخنرانی افتتاحی گفت امیدوارم این کنفرانس جایگاه مسلمانان را در عرصه جهانی بیشتر تقویت کند و باعث رشد بیشتر چشم اندازها و تقویت همکاری بین ملت ها شود. شهر آنکارا پایتخت کشور ترکیه میزبان برگزاری سمینار علمی زنان درباره زندگی و فضائل عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها بود. در همین راستا روزنامه دوگرو خبر چاپ ترکیه با انتشار گزارش در این باره نوشت این سمینار علمی به میزبانی مؤسسه اسلامی محبان رسول در سالن اجتماعات مسجد تاریخی حاجی بینالفیلی در مرکز پایتخت ترکیه برگزار گردید. سید علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر درباره آغاز عملیات حج 1402 گفت سهمیه ایرانی ها در حج سال آینده 87500 نفر است که 23000 نفر بالای 65 سال در آن دیده می شوند. وی افزود اگر این افراد از نظر جسمانی و پزشکی مشکل داشته باشند طبق قانون نمی توانند در سفر حج حضور پیدا کنند. وزارت حج و عمره عربستان از ساخت یک فیلم سینمایی درباره مناسک حج با مشارکت 800 بازیگر و به 9 زبان زندگی دنیا خبر داد. فیلم سینمایی سفر یک عمر درباره مناسک حج در چارچوب طرح آگاهی بخشی به بیش از 9 زبان مختلف از شبکه حج و عمره در خطوط هوایی عربستان پخش خواهد شد. منابع رسانه‌ای در آلمان از سوزاندن جسد یک مرد مسلمان در این کشور به دلیل اشتباه کارکنان بیمارستان هانوفر خبر دادند. گفته می‌شود این مرد مسلمان عبدالقادر سارگین نام داشته که از ترک تبارهای مقیم آلمان بوده،
که بعد از مرگ جسد وی به اشتباه به یک خانواده غیر مسلمان تحویل داده شد، آنها طبق رسم و رسوم دین و آیین خود جسد وی را سوزاندند. مؤسسه فرهنگ نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله در برنامه توسعه صلح و همبستگی جامعه که در شهر مقدس کربلا برگزار شد شرکت کرد. گفتنی است این برنامه تحت عنوان نقش سازمان‌های غیر دولتی در بهبود و توسعه صلح و همبستگی جامعه با حضور تعدادی از سازمان‌های مردم نهاد فعال در عراق برگزار شد. منابع محلی در پاکستان از وقوع یک انفجار انتحاری در نزدیکی مقر پلیس در شهر اسلام آباد خبر دادند. گروه تحریک طالبان پاکستان از گروه‌های سنی تندرو مسئولیت این عملیات تروریستی را بر عهده گرفت. تعداد تلفات عملیات تا به این لحظه مشخص نیست، اما گفته می‌شود ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. با شروع فصل زمستان، مسجد الرشید در شهر ادمونتون در کشور کانادا درهای خود را برای چهارمین سال پی در پی به روی افراد بی خانمان باز کرده است. گفتنی سرمای شدید زمستان زندگی برای افراد بی خانمان در کانادا را بسیار سخت می کند و این افراد بی خانمان در چنین ایامی فقط دنبال جایی برای پناه بردن و فرار از سرما می گردند.